خبر فوری از به قتل رسیدن خانم جمال مبارز. کاهش 22% صادرات افغانستان در سال جاری. تغییر در فرماندهی پلیس لغمان. سخنان تازه آمریکا در مورد نشست مسکو. بمباران نیروهای خارجی در قندهار بالای مواضع طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمده. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. کاهش 22% صادرات افغانستان در سال جاری. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید در سال جاری میزان صادرات کشور نسبت به سال گذشته 22% کاهش یافته است. یافته های این نهاد که تا پایان ماه قوس سال جاری بررسی شده نشان می دهد که ارزش صادرات کشور در سال مالی 1399 به 776 میلیون دلار رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته 1 میلیارد دلار بوده و این یک کاهش 22% را نشان می دهد. امین بابک، رئیس اطلاعات و روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری، افزایش ناامنی و سیاست مبهم دولت را در کنار همگیری ویروس کرونا از دلایل اصلی کاهش میزان صادرات کشور عنوان کرده و گفته است که میوه های خشک و تازه در جایگاه نخست فهرست کالاهای صادراتی کشور قرار داشته و این به پیشینه بوده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، نیز گفته است با اینکه به دلیل گسترش ویروس کرونا برخی شرکت ها با رکود مواجه شدند، اما برنامه های تازه وزارت صنعت و تجارت برای حمایت از این فابریکه ها و تاجران که متضرر شدند در حال اجرا است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیش از نصف کالاهای تجارتی کشور در یک سال پسین به هند صادر شده که از مجموع 776 میلیون دلار صادرات کشور در سال جاری به ارزش 405 میلیون دلار به هند، 211 میلیون دلار به پاکستان و متباقی آن به کشورهای دیگر بوده است. علاداد فدایی فرمانده پلیس لغمان شد. منابع در لغمان میگویند که علاداد فدایی فرمانده پیشین پلیس میدان وردک به تازگی به عنوان فرمانده پلیس این ولایت مقرر شده است. این در حالی است که وزارت امور داخله پیش از این در پیوند بر رویداد بهسود وظیفه علاداد فدایی فرمانده پلیس میدان وردک را تعلیق کرده و او را به دادستانی معرفی کرده بود. شفیع‌الله افغانیار، سخنگوی پلیس لغمان، در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کرد که علاداد فدایی فرمانده پیشین میدان وردک به عنوان فرمانده پلیس لغمان مقرر شده است. سخنگوی پلیس لغمان افزود که آقای فدایی به عنوان فرمانده پلیس مقرر شده اما تاکنون به کارش آغاز نکرده است. از سوی دیگر در مکتوب با امضای اشرف غنی، حکم تقرری علاداد فدایی به عنوان فرمانده پلیس لغمان منظور شده است. در این مکتوب آمده است: محترم سمونوال علاداد فدایی فرزند گل محمد فرمانده پلیس میدان وردک را تبدیلن در بست مل پاسوال به حیث فرمانده پلیس ولایت لغمان با در نظر داشت خدمات شایسته در قسمت تأمین امنیت، رفاه و آسایش مردم و وطن عزیز خیش با قبول زحمات بی‌شایبه ایشان احتراماً پیشنهاد می‌داریم. این در حالی است که وظیفه علاداد فدایی پس از بررسی هیئت اعزامی دولت به بهسود از سوی وزارت امور داخله تعلیق و او به دادستانی کل معرفی شده بود. نیروهای خارجی در قندهار مواضع طالبان را بمباردمان کردند. سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان میگوید که این نیروها در ولایت قندهار مواضع طالبان را بمباردمان کردند. سانی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی، امروز چهارشنبه 27 اوت در توییت نوشت که این عملات در جریان 48 ساعت گذشته در ولسوالی ژیری و اسپین بولدک قندهار در حمایت نیروهای افغان علیه طالبان
انجام شده است. او تاکید کرده که این حملات بر اساس توافقنامه دوحه انجام شده است. آمریکا و طالبان در ماه فوریه سال جاری میلادی در قطر توافقنامه صلح امضا کردند. طبق این توافق نیروهای آمریکایی طی چند ماه از افغانستان خارج خواهند شد و طالبان به این نیروها حمله نخواهند کرد. آمریکا نیز تعهد مشابهی داده است. در چند ماه اخیر با آنکه از حمله طالبان بر نیروهای خارجی گزارش نشده، اما خارجی‌ها بارها مواضع طالبان را بمباردمان کردند. گروه طالبان در واکنش به این اقدام طرف آمریکایی را به نقض مکرر توافقنامه دوحه متهم می‌کنند. نیروهای آمریکایی اما این اتهامات را رد می‌کنند. در همین حال قوی همت روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: خانم جمال مبارز خودکشی کرده است. با او که در روز قبل طلاق داده شد در حالی که باردار بود و 3 طفل دیگر هم داشت، دست به خودکشی زد و به زندگیش پایان داد. جمال مبارز قبل از آمدن به ستاره افغان پیشه سلمانی داشت. بچه عاجز و ساده بود، مگر در دوره بر ستاره کاملا از اختیار خود برآمده و به چوبک آریانا سعید تبدیل شده است. آب و هوایش تغییر کرد و تا بالاخره همسر زنده اش را طلاق داد. وقتی از خدا دور شوید طبعا که از رحمت خدا محروم می شوید. آرون میرسعیدی نگاشته است: همنشین بد نتیجه امین است. همنشینی با آریانا سعید از این بدتر نمی شود. سمیرا خانم جمال مبارز از اشتراک کنندگان برنامه ابرستاره تلویزیون تلو دیرشب در منزلش به گونه مرموز به قتل رسیده است. آمریکا: نشست مسکو جاگزین گفتگوهای دوحه نمی شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید که نشست روز پنجشنبه مسکو جاگزین گفتگوهای جاری صلح در دوحه نمی شود. خبرگزاری رویترز به نقل از جالینا پورتر معاون سخنگوی وزارت امور داخلی آمریکا گفته است که کنفرانس مسکو که در این هفته پیرامون پیشبرد روند صلح افغانستان برگزار می شود، جاگزین مذاکرات دوحه میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نخواهد شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک نشست خبری گفته است که نشست مسکو برای تسریع روند صلح افغانستان است و جاگزینی برای گفتگوهای جاری صلح در دوحه نیست. این در حالی است که قرار از نشست مسکو روز پنجشنبه هفته جاری به منظور تسریع روند صلح برگزار شود. دولت روسیه از مقامات دولت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه و همچنین ایالات متحده آمریکا برای حضور در این نشست دعوت کرده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.